جان بولتون، رژیم ایران ممکن است مواد یا فعالیت‌های اتمی را مخفی کرده باشد. تظاهرات مردم ادلب علیه جنایات رژیم اسد. اعتصاب قضای زندانیان سیاسی زندان مرکزی کرج. جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، گفت مدیر موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران می‌رود درست در زمانی که این آژانس شورای حکام را مطلع می‌کند که رژیم ایران ممکن است مواد یا فعالیت‌های اتمی را مخفی کرده باشد. ما به سایر کشورهای عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیوسته و هرچه سریع‌تر خواستار گزارش کاملی می‌باشیم. انگلستان از کاهش بیشتر اجرای تعهدات رژیم ایران در برجام ابراز نومیدی کرد. وزارت خارجه این کشور در بیانیه اعلام کرد در حالی که ما و شرکای اروپایی و بین المللی برای کاهش تنش با ایران تلاش سختی می‌کنیم، گام سوم رژیم ایران در فاصله گرفتن از تعهداتش در توافق هسته‌ای به طور ویژه مایه نومیدی است. رژیم آخوندی صبح روز شنبه گام سوم در نقض تعهدات برجام برای باجگیری هسته‌ای از غرب را آغاز کرد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی رژیم گفت 4 اقدام امروز انجام شد. یکی در ارتباط با بند 39 و ماشین‌های سانتریفیوژ بود. پاسدار سلامی، سرکرده سپاه پاسداران، پاسدار غیب‌پرور را به عنوان جانشین خود در قرارگاه امنیتی ضد امام‌علی منصوب کرد. پاسدار غیب‌پرور پیش از این سرکرده بسیج ضد مردمی و از شماغداران خامنه‌ای در حمله به اجتماعات بود. این گردان‌های امنیتی سپاه پاسداران از مهر ماه 1390 برای مقابله با قیام‌های مردم ایران تشکیل شده است. کارگران رسمی شرکت نیشکر هفت‌تپه روز شنبه برای دومین روز تجمع اعتراضی برگزار کردند. 2 ماه حقوق تیر و مرداد ماه این کارگران پرداخت نشده است. همچنین مدیریت این شرکت تا کنون از پرداخت مابعد تفاوت معوقات طرح طبقه بندی مشاغل از سال 93 خودداری کرده و احکام شغلی کارگران را امضا و تایید نمی کند. فعالان و مدافعان محیط زیست در روستای چاهک شهرستان گناوه در استان بوشهر در اعتراض به اجرای یک طرح صنعتی تولید لارو میگو زنجیره انسانی تشکیل دادند. شرکت کنندگان در این زنجیره انسانی نسبت به تخریب محیط زیست در این منطقه بکر معترضند. آنها شعارهایی علیه تخریب محیط زیست دادند. جمعی از زندانیان سیاسی زندان مرکزی کرج در اعتراض به شرایط غیر انسانی حاکم بر این زندان اعتصاب قضا کردند. صبح روز شنبه پس از مراجعه زندانیان سیاسی به یکی از عوامل رژیم در زندان به نام عباس زاده و بی توجهی به خواسته زندانیان، زندانی سیاسی مهدی فراهی شاندیز توسط انتظامات و وکیل بند مورد ضرب و شتم قرار گرفت و به سلول انفرادی منتقل شد. در پی این حوادث زندانیان در اعتراض به اذیت و آزار زندانیان توسط دشقیمان زندان و با خواسته آزادی مهدی فراهی شاندیز از روز شنبه اعتصاب قضا کردند. وزیر دفاع فرانسه پس از دیدار با وزیر دفاع آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی با تاکید بر بحث پیرامون مسائل مورد نگرانی دو طرف گفت ما به امنیت دریانوردی در خلیج فارس نیز پرداختیم با این هدف که امنیت منطقه را تقویت کنیم. ما همچنین پیرامون ابتکاری که توسط آمریکا و تعدادی از کشورهای اروپایی اتخاذ شده تا سطح امنیت دریانوردی را افزایش دهند بحث کردیم. من فکر می‌کنم این ابتکارات در هماهنگی با همدیگر بسیار تکمیل کننده خواهد بود. ده ها هزار تن از مردم ادلب در اعتراض به جنایت رژیم اسد و حملات چند ماه اخیر به این استان که فاجعه انسانی بزرگی در پی داشت تظاهرات کردند و شعارهایی علیه رژیم اسد و روسیه دادند. آنها همچنین پلاکاردهایی حاوی مضامین انقلاب اندیشه است و اندیشه ها جاودان هستند، تأمین صلح،
تنها با برکناری اسد امکان پذیر می شود و به بمباران ادلب پایان دهید را حمل کردند.